دوستان سلام، با یه ویدیوی دیگه در خدمتون هستم از کتاب استانبول لول A1 آبیر یونیت دورت، چهارمین یونیت کتاب استانبول رو داریم. ببینیم که چطور پیش میره. خب بنیم دنیام، دنیای من. آ آیلم، خانوادم. این کلمه ریشه عربی داره، آیله. آنه، مادر، بابا، پدر، کس کاردش، خواهر، آبلا، خواهر بزرگتر، ارکه کاردش، برادر، آبی، برادر بزرگتر. همونطور که میبینید اینجا آبی نوشته شده، همون آقای که توی فارسی استفاده میکنیم. بی هم به معنای مرد هستش. آقا بی، خلاصه و کوتاه. آبی هم گفته میشه، احتمالا زیاد شنیدید. اون آبی آبی که همه به هم دیگه میگن در واقع آقا بی هستش، به معنای داداش بزرگ. تیزه یعنی خاله. دایی یعنی دایی. آمجا میشه عمو. حالا میشه عمه. بابا آنه، مادر بزرگ پدری. آنه آنه، مادر بزرگ مادری. دده میشه پدر بزرگ، حالا چه سمت مادر باشه چه سمت پدر باشه. کاچ کاردش سینیز یعنی چند تا خواهر برادرید. سنین بابان، نیش یا پیور، پدر تو چه کاری انجام میدهد، یعنی شغل پدر چیه. سنین آنن نیش یا پیو، مادر تو چه کاری انجام میدهد، یعنی چی کار است. اوچ کاردشیز، سه تا خواهر برادریم. خب این سوال جواب اینجوری نوشته، کاچ کاردش سنیز اوچ کاردشیز، سه خواهر برادریم. کاردش که اینجا میگه، اینجا دختر پدرش معلوم نیست. سنین بابان نیشیا پیو، بنین بابام دکتر، پدر من دکتره. سنین آنن نیشیا پیو، بنیم آنم اورتمن. خب بیایم پایین تر. هازرلیک چالشماسی، تمرین آمادگی. آشادکی کلمه‌لری، کلمه‌هایی که پایین هستن، رسیمدکی بوشلوکلارا، در جاهای خالی که در تصویر هستن، یرلشتیرلیم، جاسازی بکنیم. آنه این خانم، دده این پدر بزرگ، بابا آنه بابا، چون این مادر پیش پسرش هستش بابا آنه نوشتیم، اینجا هم بابا آنه رو داده به ما. خواهر بزرگتر میشه آبلا، اینم میشه بن یعنی من. بیایم قسمت اوکوما، یه مقدار بزرگترش بکنم که راحت تر باشه. بنیم آدم سویم، اسم من سویم هستش. حالیل بنیم کجام، خلیل شوهر منه، کجا یعنی شوهر. سونا بیزیم کزمز، سونا دختر ماست. و مرد بیزیم اولومز، و مرد پسر ماست. من 30 یاشندایم، من 30 ساله هستم، 30 سال دارم. من اورتمنیم، من معلم هستم. و بشیکتاشتا، در بشیکتاش، محله بشیکتاش، بیر لیسده چالشیورم، در یک دبیرستان کار میکنم. بیایم قسمت پایین ببینیم دختر کوچولو چی میگه. بنیم آدم سونا، اسم من سوناست. سویم بنیم آنم،
Sevim mader emene, Halil benim babam, Halil peder emene, Mert benim ağabeyim. Mert, برادر بزرگ منه. Ben 4 yaşındayım. Ben 4 سال دارم. Ben ana okuluna gidiyorum. Ben به مهد کودک میرم. Ana okulu yani مهد کودک. Okulum Beşiktaş'ta. مدرسه من در Beşiktaş هست. خب بیایم این طرف. اینجوری. Benim adım Halil. Esmemen Halil'i. Sevim benim karım. Sevim zanemene. Karı yani hanumemen. Zanemen. Suna bizim kızımız. Suna doktoremone ve Mert bizim oğlumuz. Ve Mert peseremone. Ben 34 yaşındayım. من 34 سال دارم. من دکترم. من دکتر هستم و شیشلیده و در منطقه شیشلی بیر هستانه ده چلشیورم. در یک هستانه بیمارستان کار میکنم. اینجا. بنیم آدم مرد. اسم من مرده. سویم بنیم آنم. Sevim mader emane. Halil benim babam. Halil peder emane. Suna benim kız kardeşim. Suna khoher emane. Ben 8 yaşındayım. Ben 8 sal daram. Ben ilkokul 2. sınıfa gidiyorum. Ben be medreseye ebtedai kelas dovom miram. اگر دقت کنید در ویدیویی که اعداد رو یاد داده بودیم وقتی که کنار اعداد یک نقطه میاد پسوند اینجی پسوند چهارگانه اینجی رو داشتیم برای اعداد میتونید یک بار دیگه مرور بکنید ikinci sınıfa gidiyorum benim okulum Kabataş'ta Kabataş یک منطقه هستش میگه مدرسه من در منطقه Kabataş هست. خب بیایم صفحه رو ببریم عقب ببینیم که چیا داریم یوکاردکی متنه گره بنابر متن بالایی آشادکی جمله لره به جمله های پایینی دورو ایسه اگر درست باشه ده yanlış ise eğer اشتباه باشه ی koyalım. حرف ی رو بذاریم. سونا سویم و حلیلین kızı. Doğru. سونا دختر حلیل و سویم هستش. مرد سونانın ağabeyi. Doğru. مرد برادر بزرگ سونا هستش. سویم Suna ve Mert. Sevim. Suna ve Mert'in ablası. Sevim. خواهر بزرگتر سونا و مرد هستش. اشتباهه. Yanlış. مادرشونه. Abla نیست. Anne هستش. Mert. Suna'nın kocası. Mert. شوهر سوناست. اشتباه مرد 8 سالشه. برادر بزرگ سوناست. اینم یانلش. سونا مرد. حلیل و سویم. سویمین چوچوکلاره. سونا و مرد بچه های سویم و حلیل هستن. دورو. خب بیایم قسمت سوم. یه مقدار زوم بکنم. که بهتر ببینید تو ویدیو گوشی سخت دیده میشه آشاودکی گیبی مانند چیزایی که پایین هست جملهلر کورالم جمله درست کنیم حلیل سویم حلیل سویمین کجاسه سویم حلیل سویم حلیلین کارسه
Mert Halil. Mert Halil'in oğlu, pesar eşi. Suna Mert. Suna Mert'in kız kardeşi, hoher eşi. Hoher küçük derece. Mert Suna. Mert Suna'nın erkek kardeşi. میتونه بگه ارکه کاردشی ولی درستش آقا بیه. اینو ما دادیم به یه نفر که واسه شما بنویسه. پولم دادیم. چون نیتیو هستش کم تر به قواعد و اینجور چیزا. Okay. Hop. Suna Sevim. Suna Sevim'in kızı. Sevim Suna'nın annesi. Halil Mert'in babası. Hop. Kısmet sevimi encam dedim. Biyayım temrini. Çaharım. Çi gofte bu cümleleri in cümleharo kim söylüyor? Kimige? Tahmin edelim, hats bezenim ve yazalım ve benimsin. Benim ablam yok. Ben خواهر بزرگتر ندارم. Bir abim var. Dadaşı بزرگتر دارم. خب این حرفو سونا میزنه. سونا دختر کوچیکه بود. دومی öğrencilerimi şagirtamı çok seviyorum. خیلی دوست دارم. اینو سویم میگه. چرا؟ چون سویم یک معلم بود. اوده این کوچک بنیم. در خانه کوچکترین این یعنی ترین. این کوچک بنیم. اینو سونا میگه. سونا از همه کوچکتره. هر اکشام، هر عصر یعنی هر شب در واقع درس çalışıyorum. درس میخونم. اینو مرد میگه چون مرد میره مدرسه، سونا میره مهد کودک. میگه دیگه تکلیف و اینجور چیزا نداره. هاستالارا ایلاچ veriyorum. هاستا یعنی مریض. هاستالارا به بیماران ایلاچ یعنی دارو veriyorum میدهم. اینو خلیل میگه چون خلیل دکتره. Halil. Halil miydi? Çünkü Halil doktor. Benim karım öğretmen. Hemserim ben. Muallime. İnam Halil miydi? Benim kocam doktor. Şoherim ben doktore. İnam Sevim miydi? Benim kız kardeşim çok yaramaz. Şoherim ben. Bebekşit. Kız kardeşim. Şoherim ben. Xeyli. شیطونه. به بچه شیطون میگن یارماز. کلمه یارماز در واقع به معنای بیفایده است ولی برای بچه شیطون استفاده میکنه. اونجا به معنای به درد بخور نیست، فقط به معنای درد سرسازه. آبیم ایله اویون اوینیورم. با برادر بزرگم اویون بازی اوینیورم میکنم، بازی میکنم. اینو سونا میگه. ابلاملا ببخشید باباملا فوتبال اوینیورم. با پدرم فوتبال بازی میکنم. اینم با مرد میگه چون مرد احتمالا فوتبال بازی میکنه. خب اینجا نوشته یاسیز در مورد خودتون. ما هم به صورت فرضی یه چیزی نوشتیم. سنین آیلنده کیملر وار. در خانواده تو چه کسانی هستند؟ آنم، بابام، مادرم، پدرم و بیر کس کاردشیم وار. و یک خواهر کوچکتر دارم. وجود دارد یعنی. آنن و بابان نی ایشیاپیو. پدر و مادره چه کاری انجام میدن؟ آنم او هانمه، مادرم خانه داره، بابام اینشاد شرکتی صاحبه. پدرم صاحبه یک شرکت ساختمانیه. اینشاد یعنی ساختمانی.
خب بیایم عقب. در قسمت دیل بلگیسی و یا گرامر، انگلیسی بهش میگیم possessive suffixes، پسوندهای ملکی. در ترکی بهش میگن ایلیک اکلری. بیر وارلغن کیمین اولدوونو، کیمه، نیه آیت اولدوونو bildirir. Bir varlığın, yek mocudi ro, kimin olduğunu, inke mutallık be çekesiye, kime, be çekesi, neye, be çeçizi ait olduğunu mutallık has, bildirir, muşakhas mikone. خب اینجا هم که همونو انگلیسی شو نوشته. These suffixes indicate to whom the object belong. خب فقط object نیست ولی خب اوکی. من میشه بنیم، بابام، آناتارم. خب اگر دقت بکنید، اجازه بدید من زیر اینا رو خط بکشم، هم خط قرمز بکشم. ببینید این پسوندی هستش که میاد. در واقع پسفند این باید باشه که از جدول هم‌آوایی صدا پیروی میکنه. اگر کلمه ما به حرف صدادار ختم شده باشه، نگاه کنید اینجا بابا صدای آ آخرین حرفش هستش، حرف صداداره، پس نیازی نداره که حرف صداداری که اینجا هست رو به اینجا بیاریم. بنابراین پسفندمون میشه فقط م. اینجا میشه آنم، اینم این کلمه به صدای ا ختم شده، پس ما دیگه حرف صداداری نمیاریم. مانتوم، مانتو باز به حرف صدادار او ختم شده، ما فقط حرف م رو میاریم. اوتو، اوتو هم میشه اوتو، و چون به حرف صدادار ختم شده ما فقط حرف م رو میاریم. حالا اینجا چون حروف کلوفت رو داریم اینجا، کالون سسلر، پسوند ایم رو آوردیم. آناهتارم، آناهتار یعنی کلید. اویم، اینجا صدای نازک رو داریم. اوکولوم، اینجا صدای او رو داریم، با پسوند او میاد. اوکول، ببخشید، کولوم، من اوکول گفتم، اوکول حالا مدرسه. کل یعنی بازو، دست. کوی یعنی روستا، کویم یعنی روستای من. خب اینجا دقت بکنید، پسوندی که داریم پسوند این هستش. اگر حرف صدادار بیاد فقط نمیاد، مثل بابان، آنن، مانتون، اوتون. همینجا همین کلمه رو گذاشته. آناهتارن کلیدت، اوین خونت، کلون بازوت، کیون روستاد. او نون. خب اینجا ببینید در واقع کلمه‌ای که داریم، پسوندی که داریم برای او میشه اون، ولی چون حرف صدادار او رو داریم یه حرف بی صدا میاد اینجا، میشه اونون. این از تحلیل این. حالا اینجا رو نگاه بکنید، معمولاً کلمه‌ای که پسوندی که برای کلمه میاد، اگه کلمه‌مون به حرف بی صدا ختم شده باشه، پسوند اصلیمون این هستش دوستان، این حرف صداداری که میبینید بنابه هم‌آوایی صدا میاد. آناهتاره، اوی، کلو، کیو، اینا هستن. حالا اگر کلمه ما به حرف صدادار ختم بشه، حرف س میاد. اینها رو در ویدیوی مضاف و مضافون الی توضیح دادم، میتونید مرور بکنید.
اینجا میشه برای اینکه حرف ا کنار این حرف صدا داره آ بیاد یه دونه س اضافه کردیم شده بابا س آنه سی مانتو سو اتو سو خب بیزیم این پسوندی هستش که اینجاست. خب پسوند اصلیمون ایمیز هستش با هماهنگی صدایی که وجود داره برای هر کلمه فرق میکنه. آناهتارمز، اویمیز، کلومز، کویمز. اینو قشنگ جاسازی بکنم. همونطور که میبینید اگر کلمه به صدای به حرف صدا داره کلمه ختم بشه فقط مز بابا مز میز آنه میز مانتو موز اتو میز به این شکل. این دیگه حرف صدا دارش نمیاد. حالا حرف پسوندی که اینجا برای سیز میاد سیزین وقتی که برای کلمه میاد پسوندمون اینیز به شکلهای مختلف هستش. آناهتارونوز، اوینیز، کلونوز، کویونوز. حالا اینجا میگیم بابانز دیگه این حرف صدا داری که اینجا بود نمیاد چون اینجا یه حرف صدا دار داریم. بابانز، آننیز، مانتونوز، اتونوز به این شکل. خب اونلارن پسوند ان میاد برای اونلار. حالا میتونه به شکل سوم شخص مفرد بیاد یعنی مثلا مثل اینجا س، سی، سو و سو اضافه بشه و یا میتونه جمع بسته بشه مثل بابالار، آناهتارلار. اینجا هم آنلری، اولری، کلری، کویلری، اینجا هم مانتولری، اینجا هم اتولری. خب. دقت بکنیم اینجا یه نکته ای رو گفته. گفته ایکینجی هجسینین دار اونلو یعنی ا، ای، او و ای اولان کلمه‌لر اونلو ایله باشلاین اک گتیردیینده ایکینجی هجدکی دار اونلو دوشر. مثلا اینجا مثال رو که میبینید مثال زده کلمه بویون یعنی گردن. وقتی که یکی از این حروف ها میاد دیگه نمیگن بویونو میگن بوینو. این حرف صدا در قبلیش میفته. اینا یه سری استثناء هستن به مرور زمان عادت میکنه. بوینو کلمه برون میشه برنو یعنی دماغش. اوموز میشه اوموزوندا. نمیدونم اینو چرا حذف کردن چون خیلی عادی تر بود میگفتن اوموزوندا ولی خب
omzunda. Şehir, şehrim. اینجا هم حرف صدا داره قبلی رو حذف کردم. یعنی این حرف صدا داره قبلی میفته. خب. بعضی کلمه ها اینجوری هستش. اینا رو میتونید حفظ کنید. همین چند تا هستم با یه چند تای دیگه. نکته دوم اینه که üçüncü tekil ve çoğul iyelik eklerinden se bad ları sonra ad durum ekleri yani a, da, dan ve ı geldiği zaman araya n harfi geliyor. Hop, mesal bezenim. Miye ki onun evine gidiyorum. اینجا میخواد اینو بهتون بگه که اگر پسوند آ، دا، دان و ای اومد برای این موقعی که این پسوند اومدن حرف ن رو واسه یه چیز اضافه میکنیم. دیگه نمیگیم اوه. میشه مثلا اونون اوی نه. اونların sınıflarında. سن sınıfları da نمیشه. این نه باید اینجا بیاد. بزرگترش بکنم که ببینید. در مثال بهتر متوجه میشید. میگه یعنی این پسوندی که اینجا میاد اینجا هم اومده، اینجا هم دن اومده، اینجا هم دا اومده، اینجا هم ای اومده که میتونست اینجا مثال زده آ بیاد. اینجا آ و ای میشه، اینجا دا و د میشه، اینجا دان و دن میشه. نگاه بکنید. خب اینجا میگه چی آوردم؟ اوی ای نمیشه، میشه اوی نه. سنفلاری دا نمیشه، میشه سنفلارن دا. کتابو دا نمیشه، میشه کتابون دا. و این چه زمانی اتفاق میفته؟ برای سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع، یعنی هر موقع اونون و یا اونلارن داشته باشیم. کپین دن، اینجا هم کپی دن نمیشه، کپین دن. بالکونون دان دا. بریم سراغ مورد بعدی. اینجا چند تا مثال زده. بنیم کاردشیم. ببینید اینجا توی پارانتز گذاشت. یعنی شما میتونید این ضمیرها رو بیارید و یا نیارید. از کاردشیم مشخص میشه که این ضمیر متعلق، این پسوند متعلق به این ضمیره. بنیم کاردشیم لیسه گیدیو، خواهر من و یا برادر کوچکتر من به دبیرستان میره. سنین اوین اوکولا یاکن مه، خانه تو به مدرسه نزدیکه؟ آیا اونون بابسی بانکادا چالوشیو، پدر اون در بانک کار میکنه. بیزیم اوکولوموز یدی کاتلی، مدرسه ما هفت طبقه داره. کات یعنی طبقه. سیزین اولکنیزده دنیز وارما، در کشور شما دریا وجود داره؟ اونلارن آرکاداشلاری ترکچه بیلیار، دوستای اونها
ترکی بلد هستند. خب بیایم اینجا تمرین شماره 5. نزدیک بکنیم. آشادکی جمله‌لری جمله‌های پایین رو یلیک و آد دروم اکلریله با ضمیرهای با پسوندهای پسوندها و اسمهای ملکی، مالکیت و موقعیتی دروم چه نوشته با این پسوندها تمام دیالوگ کامل بکنیم. بوگون امروز سنین درسین وارما تو درس آیا داری؟ بابان نرده چالشیو. این هر گونه پسوندی میتونست بگه. میتونست بگه باباسی نرده چالشیو. پدرش کجا کار میکنه و یا بابالاری نرده چالشیو. چون ضمیرش مشخص نیست ما هر گونه پسوندی اینجا بذاریم درسته. حالا اینجا ما نرو گذاشتیم. بیزیم اویمیز اوکولا چوک ازاک. خانه ما به مدرسه اوکولا به مدرسه چوک ازاک خیلی دوره. خب بیاریم جلوتر دونه دونه پیش بریم. سنین اورتمنینه سوریورم. از معلم تو سوال میپرسم. O Mehmet'in babasına bakıyor. O به بابای مهمت نگاه میکنه. Onların bahçesinde havuz var. در باغچه یعنی حیات اونها havuz var. حوض وجود داره. Serpil'in halası Şişli'de oturuyor. عمه سرپیل سرپیل یه دختر در شیشلی اتوریور اقامت داره یعنی خونش اونجاست. سنین بیلگیسایارندا اویون وارما در کامپیوتر تو بازی وجود داره آیا؟ Sizin öğretmeniniz İngilizce biliyor mu? Muallime şoma İngilizce belede. Mustafa'nın dişi ağrıyor. Dendune Mustafa dert mikone. Benim alnım. Alın yani pişani. Hala vakti ki pasvan veş miçespe. İn harf miyofte ve mişe alnım. Benim alnım dar. پیشونی من تنگه. منظورش اینه که زیاد پیشونیم بزرگ نیست. بو کنودا سیزین فکرینیز وارم. ببینید اینجا هم فکر حرف ای افتاده و میگیم فکرینیز. اینجا این حرف حذف میشه. یادتون باش. این شکلی میشه دیگه بنویسم. فکرینیز. اینجا این حرف ای میفته. خب. بیایم عقب. بریم سراغ تمرین 6. زوم کنیم. بنیم شماره 1 ساچم. بیزیم شماره 2 اویمیز. سیزین شماره 3 آدنیز. اسم شما. بنیم ساچم یعنی موی من.
Bizim evimiz yani خانه ما. Sizin adınız yani اسم شما. Onun arabası yani ماشین او bozuk mu? Yani aya harabe. Onların amcası. Mitune inbaşı. Onların sınıfları. Mitune inbaşı yani coftesh mitune başı. Onların sınıfları yani kelasa onha, onların amcası yani amuya onha. İnce cem beste, ince nevaste. Her do taşan mitune başı. Senin şomariye şiş kardeşin. Sinan'ın Sinan esme pesare. Sinan'ın şomariye hef amcası. Mitune şomariye هفت باشه. بیایم قسمت بالا تمرین شماره هفت. Aşağıdaki metni okuyalım. Metni payini ro bekhunim. Tablo ro örnekteki gibi hamuncuri ki tuye mesal ham hast. Tamamlayalım. Kamel bokonim. Ben Serkan. اسم من سرکانه. من öğretmenim. Ben muallim hastam. Burası benim sınıfım. İnce kelase mene. Bu çocuk benim öğrencim. İn bahçe şagirde mene. Öğrencim yani danışamızı mene. Onun adı Hasan. Esme un Hasane. O çok çalışkan. Un heyli ders kone. Heyli zahmet keşe. O teneffüste. اون در زنگ تفریح بنا سورو سوریور. از من سوال میپرسه. در واقع توی ترکی مثلا میگم به من سوال میپرسه. ولی خب. به خاطر هم میگم بنا. نمیگن بندن. میگن بنا سورو سوریور. ولی ما تو ترکیه آذریمون توی ترکیه ایران میگیم مندن. پسوند دن استفاده میکنیم برای سوال پرسیدن. اوکی بمانن. برای کسایی که ترکی آذری رو میدونن یادشون باشه که وقتی که میگن فعل سورو سورماک رو استفاده میکنن میگن بانا سورو سوریور. دیگر öğrenciler دانش آموزای دیگه sınıfta yok. در کلاس نیستن. Çünkü onlar bahçede. Çünkü onha در حیات هستن. اونلارن درسی درس اونها 5 دقیقه سونرا 5 دقیقه دیگه باشلیور شروع میشه. بیز هر گن اکولا گیدیوروز. ما هر روز به مدرسه میرویم. خب بیم پایین. بیزیم درسیمیز درس ما 9'da ساعت 9 başlıyor. Şuru mişe 13 saat 13.00'da saat 1 bitiyor. Tamam mişe. Siz kaçta okula gidiyorsunuz? Şoma kaçta saat çend okula be medrese gidiyorsunuz miravid. Sizin dersleriniz dershaye şoma öğlen mi bitiyor? Ba'da zor tamam mişe. Akşam mı? Veya asri tamam mişe. Sual mi porse? Öğlen mi? Akşam mı? Hop. Zamir alı kastet doruz konim. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Benim, senin, onun. Bizim, sizin, onların. Hop. İnem ki emrine sahti nabut. Hala miyayim inaro. Benim babam درسته. بابان غلطه. ما اینجا غلط رو ضرب در بذاریم. خب. Onların evi درسته. Çok büyük. خونه اونها خیلی بزرگ. Evisi غلط. Sizin odanıza odasında غلطه. Sizin odanızda. Çünkü
Sizin pasfendiniz mi yok? Odasından. Odasınızda nerede? Bilgisayar var mı? A computer has. Aysel'in kardeşi. Kardeşin اشتباهه. چون این پسوند برای سن میاد. برای سوم شخص نمیاد. öğrenci. Aysel'in kardeşi öğrenci. برادره یا خواهره. Aysel دانش آموزه. و یا دانشجوه. Bizim sınıfımızda. اینجا چه نوشته؟ Bizim sınıfınızda. Bizim başı mızda. درست هستش. نزده اشتباهه. خب سنین سوزلوین سنین سوزلوین نمیشه. چون هماوای صدا باید باشه. اینجا ما صدای او باید داشته باشیم. پس این غلطه. اینم بیاریم روی ای. خیلی. حالا اینجا بیایم. مورد بعدی زوم کنیم عقب. تمرین بعدی لیسنینگ هستش. دینمه اینو ندارم شرمندتون. در این قسمت کنوشما داریم. اینو هم خودتون باید بتونید بگید. حالا بهتون میگم اینجا چی گفته. Aşağıdaki resimlere bakalım. Bir aksayı payın negah konim. Bir resim seçelim. Seçmek yani entikap kerden. Yek aks entikap konim. Bu resmi bir arkadaşımıza anlatalım. İn aksro be yek dustemun. Çıkak konim. Tozih bedim. Hangi resim? Diye soralım. یه عکسی رو توضیح بدیم و بگیم کدوم عکسه. اونم اون عکس رو پیدا بکنه. این هم اکتیویتی هستش که باید انجام بدید. خب. مثال زده. مثال رو میخونم. ترجمه میکنم. من گنج بیر بابایم. من یک پدر جوان هستم. گنج یعنی جوان. بنیم ایکی چوجوم وار. من دو تا بچه دارم. چوچوکلارم کوچک، بچه هم کوچک هستن. اشیم ضعیف، همسرم لاغره و ازون بویلو و قد بلنده. من اشیم و چوچوکلارم، من همسرم و بچه هم باهچده یوریوروز. در حیات داریم راه میریم. خب دانشجوی بعدی هم میگه عکس شماره یک رسیم بیر. evet doğru. بله درسته. شیمدی ده سن بانا انلات. الانم تو واسه من توضیح بده. خب اینجا هم تمرین نوشتاری داریم. آشادکی کلمه بری کلمه هایی که پایین هستن کلانالم استفاده کنیم و ailemizi tanıtalım ve hanevademun ro çıkar konim tanıtalım beş nasunim. Hop ince fek konem. Okey. Zoom bakonim. Bebinim. به عنوان مثال دوستمون چی نوشت؟ بیز بیوک بیر آیله ایز. ما خانواده بزرگی هستیم. انم، بابام، کز کردشیم و ارکه کردشیم ایله یشیورم. با مادرم، پدرم، خواهرم و برادرم یعنی اینا کوچکتر از این شخصی هستن که داره حرف میزنه. یشیورم. ایله یعنی با. یشیورم. آنه آنم. مادر بزرگ مادریم. یعنی مادر مادرم. و ددم و با بزرگم.
Teyzem ve dayım ile ba dayı ve halam yaşıyor. Zendegi mi konand. Evet, اینجا فعل مفرد آورده برای دو نفر. اشکالی هم نداره. سوم شخص رو میتونیم مفرد و یا جمع بیاریم. آبیم پیلوت. برادرم یعنی برادر بزرگم خلبانه. آمجام تجارت یاپیو. عموم تجارت میکنه. حالام اونیورسیته ده مدیر. عمم در دانشگاه مدیر هست. ددم امکلی بیر اورتمن. پدر بزرگم یک معلم بازنشسته است. امکلی یعنی بازنشسته. بابا انم مادر پدرم ایسه. پدرم چیز. بابا انم ایسه. پدرم هم. مادر بزرگم هم. اینجا معنی همچنین میده. امکلی بیر همشیره. یک پرستار بازنشسته است. خب بیایم صفحه بعدی زوم کنیم. خب یونیت 4 بنیم دنیام دنیای من آرکاداشلارم دوستانم. ترکیه ترکیه ترک ترک ترکچه زبان ترک. آنا دیلی زبان مادری یابانجی دیل زبان خارجی. نرلیسینیز کجایی هستید؟ ترکم ترکم و یا ترکیلیم. اهل ترکیه هستم. آنا دیلینیز نه؟ زبان مادری دون چیه؟ ترکچه. این اگه بخوایم جواب طولانی بدیم میشه آنا دیلیم ترکچه دیر. Hangi yabancı dilleri konuşuyorsun, biliyorsunuz? Hangi yabancı dilleri biliyorsunuz? Kodam yabancı dilleri, zabanhayı harici ro biliyorsunuz. Belet hastid. İngilizce ve Rusça biliyorum. İngilizci ve Rusi beledem. Arkadaşın nereli? Dustet kocayiye. Arkadaşım Çinli. Dustam Çini hastid. Arkadaşın hangi dili konuşuyor? Dostet kudum zaban ro harf mizane. O Çince konuşuyor. O Çini harf mizane. Biyayım inca. Tasavvir ro ba inha yeke bayat. Çoğunu maç bokunim. Aşağıdaki resimlere bakalım. Aksayı payını nega bakalım. Arkadaşlık türlerini yazalım. Model hayı dostiye muhtelif ro. Begim. Ev arkadaşı yani hamhane-i. Şomareye do. İş arkadaşı yani hamkar. Mektup arkadaşı yani duste name-i. Sınıf arkadaşı yani hamkelasi. Çocukluk arkadaşı, dost doğuran kudaki. Benim sınıfım. Klase men. Benim adım Anar. İsmim men Anar hast. Ben Kazakistanlıyım. Ben ahli Kazakistan hastam. Benim babam iş adamı. Peder men yek tacere. Onun bir şirketi var. O yek şirket dare. Annem ev hanımı. Maderem hane dare. O çalışmıyor. On karne mi kane. Benim iki kız kardeşim var. Ben do kahar darem. Kardeşlerim de kaharanam hem üniversiteye gidiyorlar. Ve danışgah miren. İkisi de hukuk fakültesinde okuyorlar. Her duşun der danışkadeye hukuk ders mi konan. Ben İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde Türkçe öğreniyorum. Ben der
مرکز زبان آموزی دانشگاه، دانشگاه استانبول، ترکی یاد میگیرم. من کازاکچا، روسچا و انگلیسچه بیلیورم. من قزاقستانی، روسی و انگلیسی بلدم. Sınıfımda çeşitli ülkelerden arkadaşlarım var. Der kelasam az keşferhay gunagun, çeşitli yani gunagun, dostani daram. Benim en iyi arkadaşlarım, behterin dostanemen, en iyi yani behterin, behterin dostanemen, Milena, Olga ve Hasan. Milena, Olga ve Hasan hastan. Milena 18 yaşında. O Arnavut. Milena 18 sal dare ve ahli Albani hastesh. Ve Albani migen Arnavutluk. Milena Arnavutça ve İngilizce biliyor. Milena به زبان آلبانیایی و انگلیسی تسلط داره، بلده. اونون باباسی و آننسی اورتمن، پدر و مادرش معلم هستند. اونون کاردشی یک، خواهر برادر نداره. اولگا 19 یاشنده و روسیالی. اولگا 19 سال داره و اهل روسیه است. اولگا انگلیسی بیلمیور. Olga Rus İngilizce bilet nist. Biz Olga ile bazen Türkçe, bazen de Rusça konuşuyoruz. Ma ba Olga bazı vakta Türki, bazı vakta ham Rusi harf mizanim. Onun babası polis, pederiş polise, annesi hemşire, maderiş perestare. Olga'nın bir kız kardeşi var. Olga yek kahar dare, kahar küçük der dare. O da İstanbul'da. Un ham der İstanbul'e. O Marmara Üniversitesi'nde öğrenci. Un danışçuye danışkahı Marmara hast. Hasan 21 yaşında ve Mısırlı. Hasan 21 saldare ve ahli Mısır hastiş. Hasan Arapça ve İngilizce biliyor. Hasan Arabi ve İngilizce belede. Onun babası mühendis. پدرش مهندسه، آننسی عربچه اورتمنی، مادرش مربیه معلم زبان عربی هستش. اونون ایکی آبهی وار. اون دوتا برادره بزرگتر داره. بیز برابر چوک ایلنیوروز. ما با هم خیلی تفریح میکنیم. درستن سونرا بعد درس استانبولو گزیوروز. İstanbul ro mi gerdim? Der İstanbul gerdeş mi konim? İstanbul kalabalık. İstanbul por cemiyete. Ama çok güzel bir şehir. Ama şehre hayli zibayiye. Hop, umidvaram ki az inca çizay calebi yad gerefte başit. Cevap ha ro bebinim ki çecuri midim? İno bozorgeş konam. Metne göre benaber metn aşağıdaki cümlelere cümlehaye payini ro doğru ise de ege doğrusu de, de yanlış ise ye koyalım ege eştebahe ye bezarim. Anlar Olga ile Rusça konuşuyor. Doğru. Heme ba Olga bazı vakta Rusça harf mi zaten. Anaram ki Rusi belet bud. Pes anar Rusi harf mi zane. Doğrusu. Milena Olga ile İngilizce konuşuyor. Yanlış. Olga İngilizce beled nebud. Bez yanlış. Anar'ın kardeşleri öğrenci. Harberadaraye Anar danışçıbıdan. Doruste huğuk mihundan. Hasan Türkçe öğreniyor. Hasan'a babagiyeşun dare Türkiye'ye migire. Doğru. En genç Milena. Milena 18 salış bud. Doğru. En genç yani جوان‌ترینشون. خب. سوال بعدی. Kız kardeşim
ببینیم چی میگه. بو جمله کیم سویلیو؟ این جمله ها رو چه کسی میگه؟ تخمین edelim, حد بزنیم و یازالم و بنویسیم. کس کاردشیم و من استانبولدایز. خواهرم و من در استانبول هستیم. اینو اولگا میگه چون خواهرشم در استانبول بود. بنیم آنم ایشه گیتمیور. مادر من سر کار نمیره. اینم آناره. آنم هستانده چالشیور. مادرم در بیمارستان کار میکنه. کاردشتریم بندم بیوک. خواهرام از من بزرگتر هستن. حسان میگه بنیم آیلم تیرانده یاشیور. تیران مرکز آلبانی هستش. میلنا اهل آلبانی بود. پس این جمله ماله میلناست. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Anır'ın en yakın arkadaşları neleri ve hangi dilleri konuşuyorlar? Hop, en yakın yani nazdiklerin arkadaşları dostane. Dosta, nazdiklerin dostane Anar. Nereli, kocayı hasten ve hangi dilleri, kodum zavun haro konuşuyorlar, sohbetim konan. Olga Rusça, Hasan Arapça, İngilizce, Milena İngilizce ve Arnavutça. Anar ve arkadaşları, Anar ve Dostaneş, İstanbul'da ne yapıyorlar? Der İstanbul çıkar mı konan? Dil merkezinde Türkçe öğreniyorlar. Der merkeze. Zaban, Türkçe yad mı giren? Anar ve arkadaşları, Anar ve Dostaneş, dersten sonra ne yapıyorlar? Bade ders çıkar mı konan? Dersten sonra İstanbul'u geziyorlar. İstanbul ro میگردن وجب به وجب. اوکی. خب بیایم این سوال پنج رو جواب بدیم. آشادکی بوشلوکلاری جاهای خالیه. پایین رو متنه گره بنابر متن تماملیالم کامل بکنیم و ارنکتکی گیبی و ماننده. Mesal, cümleler kuralım. Cümle doros konim. İsim, esm, ülke, keşver, milliyet, milliyet, inki kocayı hasten, dil, zaban. Anar, Kazakistan, milliyet, kazak, dil, kazakça. Milena, Arnavutluk, Albani, Arnavut, Albaniyayı. از لحاظ ملیت آرنووتجا زبان آلبانیایی. اولگا روسیا کشور روسیه. روس ملیتشه. روسچا زبان روسی. حسن مصر. مصر ملیت عرب. عرب هستش. زبانش عربجا. Anar Kazakistanlı. Anar ahli Kazakistan'ı. O Kazak. Kazak has. O Kazakça konuşuyor. Ve be zabanı Kazakistan'ı sohbet mi konu. Milena Arnavut. Milena Albanya'yı has. Arnavutça ve İngilizce biliyor. Albanya'yı ve İngilizce beledi. Olga Rusyalı. اهل روسیه است. او روس. روس هست. انگلیسی بیلمیور. انگلیسی بلد نیست. یعنی چی؟ یعنی روسچا کنشیار. روسچا کنشیار. میتونیم آبیش کنیم. آبیش کردیم. اوکی. حسن مصرلی. حسن اهل مصر. او عرب. عربه. عربجا و انگلیسی بلیار. عربی و انگلیسی بلده. اوکی. یا سیز. خب. ببینیم اینجا
Siz nerelisiniz? Şomahle koca hastid. Ve hangi dili konuşuyorsunuz? Ve kodam zabon sohbet mi konid? Ben İranlıyım. Ben İrani hastam. Farsça biliyorum. Farsi beledem. Suale dovom. Sizin en yakın arkadaşınız kimler? Benim en yakın arkadaşım naziktarin dostan hemen Meltem ve Mine. Meltem ve Mine هستن. Elbette اینا رو اسمشون رو میبایستی که با حرف بزرگ نوشت. این دوست ما هم Meltem ve Mine Türkler. Meltem ve Mine Türk hastan. Türkçe konuşuyorlar. Türki harf mi zanen? Suale sarı nakhundam. Sizin arkadaşlarınız, dostanı şoma nereli, kocayı hastan ve hangi dili konuşuyorlar? Ve bir çezabını sohbetim konu. Meltem ve Mine Türkler. Türkçe konuşuyorlar. Bir عقب در اینجا کشورها رو نوشته، ملیت رو نوشته و زبان رو نوشته. زوم کنیم، من اینا رو میخونم، اگر مشخص نبود ترجمه میکنم. Türkiye, Türk veya Türkiyeli, dil Türkçe. Almanya, Alman, keşfere Alman. Milliyet, Alman. Almanyalı, جفتش هست. این میشه اهل آلمان. این میشه خود آلمان. یعنی که آلمانی هست. این اهل آلمانه، این طرف آلمان هست. آلمانجا به زبان آلمانی. آرناوتلوک آلبانی. آرناوت آلبانیایی. آرناوتلوکلو اهل آلبانیا. آرناوتجا به زبان آلبانی. آلبانیایی. گرجستان گرجستان. گرجو گرجی. گرجستانلو اهل گرجستان. گرجوجه به زبان گرجی. ژاپونیا ژاپن. ژاپن یعنی ژاپنی. ژاپونیالو اهل ژاپن. ژاپونجا به زبان ژاپنی. روسیا روسیه. روس روس. روسیالو اهل روسیه. روسجا به زبان روسی. مکدونیا مکدونیا یا مقدونیه. مکدون اهل یعنی مقدونی. مکدونیالو اهل مقدونیه. مکدونجا به زبان مقدونیه. مصر، مصر، عرب، عرب، مصرلو، اهل مصر، عربجا، عربی. فلسطین، فلسطین، عرب، عرب، فلسطینلی، اهل فلسطین، عربجا، به زبان عربی. قزاقستان، قزاقستان، قزاق، قزاق، قزاقستانلو، اهل قزاقستان، قزاقجا، قزاقی. یونانستان، یونان، یونان یعنی یونانی. یونانستانلو اهل یونان. یونانجا به زبان یونانی.
Bulgaristan, Bolgaristan, Bulgar, Bolgar, Bulgaristanlı, Ahle Bulgaristan. Bulgarca ve zamanı Bulgari. Fransa, Fransa, Fransız, Fransavi, Fransalı. Ahle Fransa, Fransızca ve zamanı Fransavi. İngiltere, Engelistan, İngiliz, İngilizci, İngiltereli, Ahle İngiliz, İngilizce ve zamanı İngilizci. İspanya, İspanya, İspanyol, İspanyayı, İspanyalı. Ahle İspanya, İspanyolca, zamanı İspanyayı. İtalya, İtalya, İtalyan, İtalyayı, İtalyalı. Ahle İtalya, İtalyanca ve zamanı İtalyayı. ABD مخفف این کلمه هست. آمریکان بیرلشیک devletleri. آمریکان بیرلشیک دولتلری یعنی دولت های اتحادیه آمریکا بهش میگن ABD. آمریکان یعنی آمریکایی، آمریکالی، اهل آمریکا، انگلیسیه، انگلیسی. هلندا، هلند، هلندالی. اهل هلند. فلامنکچه veya Hollandaca mişe zabane Hollandi. Çin, keşfere Çin, Çinli, ahli Çin, Çince, zabane Çini. Pakistan, Pakistan, Pakistanlı, Pakistani. Urduca, zabane Ordu. Brezilya, Brezilyalı. Ahle Brezil, Portekizce, Portekali hem zabane Brezil hastış. Hop. Hala ma çi benivisim? Farsi zabanan aziz minivisim. Keşver. İran. İranlı veya Pers. Evet, Pers rol evvel var. خب بزرگش کنیم زبان فارسی افغانی های عزیز شما را اینجا بنویسم افغانستان افغان بزرگ افغان
Afganistanlı. Ha. روان رو بنویسیم. فارس جا. میدونستی ترکا نمیدونن همسایه هاشون به چه زبانی حرف میزنن؟ نمیدونن ایران فارسی حرف میزنه. خیلی هاشون نمیدونن. میگن ایران رو جا. بعد مثلا حالا یه زمانی یکی تا اینجای ویدیو نگاه بکنه ببینه ما چی گفتیم. خب بیایم اینجا میگه که هنگیسی دورو کدوم درسته اشارتلیلیم علامت گذاری کنیم. خب اسپانیا اسپانیولجا. خب اونایی که درست هستش من زیرش خط آبی میکشم. اسپانیولجا درسته. روسیا روسجا. انگلتره انگلیزجه. چین چینجه. چرا اینجا حرف چ و ج رو ما از کجا بدونیم؟ از اینجایی که وقتی پسوند ج و جا کنار حروف استفچشه ها یعنی ف، س، ت، ک، چ، ش، ه، پ ظاهر بشه تبدیل به چ میشه. همینجوری تبدیل به چ نمیشه. بنابراین اینجا چیه؟ ما همون حرف ج رو داریم. مثلا نگاه کنید اینجا کنار حرف س اومده، اینجا تبدیل به چ شده. ولی اینجا کنار حرف ن تبدیل به چ نمیشه. خب آلمانیا آلمانجا. عراق عربجا. فرانسا فرانسزجا. برزیلیا پرتگیزجه. ژاپنیا ژاپنجا. آمریکا انگلیزجه. حالا اینجا چی خواسته ازمون؟ ملیت ها رو خواسته. روسیا روس. ایتالیا ایتالیان. فرانسا فرانسز. اردن یعنی اردن، کشور اردن رو میگه اردنلو. گرجستان گرجو. پاکستان پاکستانلی. هلندا هلندلی. یونانستان یونان. نروژ نروژلی. ایران ایرانلی. خب حالا اینجا لیسنینگ داریم، این طرف نوشتار داریم. ببینیم که چی از همون خواسته بنویسیم. اورنجی بیلگی فرمو. مثلا اگه اسم داشته باشه اسمش گذاشتیم سونکا. سویاده خب اسم یعنی اسمش. سویاده یعنی فامیلش. اولکسه کشورش. ملیتی ملیتش. اینجا ما اولکسه نوشتیم سلوواکیا. ملیتش سلوواک. آنادیلی زبان مادریش سلوواکچا. چه هستش این؟ یابانجی دیلری روسچا. سلوواکچا. خب این سلوواکچا که یابانجی دیل نمیشه ولی خب زبانه هایی که میتونه حرف بزنه. یعنی مثلا روسی بلد باشه و بذاریم آلمانجا. خب مثلیه یعنی شغلش ساتش دانشمانه.
یعنی مشاور فروش هستش، مدیر فروش هستش، آدرسی فلانجا فلانجا، یه آدرسی نوشتیم که مثلا توی اسلوواکی هستش، دوستمون نوشته تلفن نمرسه مثلا این، هوبیلری داغ یوریش، یعنی پیاده روی، کوهنوردی، یه همچین چیزی. هوبی میشه تفریحاتی که علاقه دارن. معمولا توی فرم ها اگر هوبی و یا تفریحاتی که علایقتون رو نوشته باشن، خیلی دقت بکنید که به اون شغل و یا هدفی که اون فرم داره نزدیک باشه. اگه میخواید دورقکی یه چیزی بنویسید، یه چیز علکی ننویسید. اوکی، اینم کنشما هستش که خودتون یه جورایی جواب میدید. مثلا آدنزنه، اسمتون چیه؟ آنا دیلینیز هنگی دیل بنزیور. میگه زبان مادریتون به کدام زبان شباهت داره. ترکچه بنزیور مو به ترکی شباهت داره. مثلا اگه ترک من باشه به ترکی شباهت داره، اگه فارسی باشه شباهت نداره. کاش تانه یابانجو دیل بیلیور سونوز، چند تا زبان خارجی بلد هستید؟ باشکا هنگی دیلری اورنمک ایستیورسونوز؟ باشکا یعنی دیگه. دیگه چه زبانهایی رو دلتون میخواد که یاد بگیرید؟ ایستیورسونوز میخواید که یاد بگیرید. میچین برای چی؟ یابانجو دیل اورنمک زورمو، زبان خارجی یاد گرفتن آیا سخته؟ این سوال رو هم جواب میدید و میرسیم به قسمت دیگه یونیت 4 که بمونه واسه ویدیوی بعدی.